سلام میکنم خدمت همه عزیزان و همه دوستانم در کانال. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. ما سفر رو آغاز کردیم، خلاصه که رسیدیم کاشان. حالا قراره که خیلی جاها با هم بریم. کلا روزمرگی ما در کاشان و اقامتمون رو میخواستیم با شما به اشتراک بذاریم. همراه ما باشید. خب دوستان، اینم خونه ای که تونستیم بگیریم به خاطر لیدی خانوم. نم لیدی خانوم که موافقت شد، آره واقعا که بچه ما راه دادن، همه چی هم تمیز و عالی. دو خواب هم هست آقا، یه خانوم واقعا تمیز. بریم اتاق خوابم داریم. به به، خب اینم اتاق خوابشه. یکی دیگه هم اینجا یه خواب داره و حمام و اینا. آخ خوش نگیم با ما بود، یه خواب یه نفرم داره. لیدی دوست داری مامان اینجا رو؟ آره دوست داری؟ حتی داره همه خونه رو بوم میکنه. بودو دخترم تشنش، غذاشم بهش بدیم و بریم بیرون. آخه گشنش اومده بشقابش رو بوم میکنه. آب بخور، برای خانم غذا گرفتیم بخوره بو تا هوا تاریک نشده بریم بیرون. متاسفانه الان فصل روزای کوتاه است. ها میگی چی و هوا تاریکه و نمیتونیم فیلم برداری کنی. لیدی خانم زود نهارتو بخور بریم. وای اومدیم محله های قدیمی کاشان، خونه تاریخی ببینیم. بعد همینطوری اومدیم داخل با ماشین. حتی بعد اینا رو پیاده فکر کنم بریم. اینم سردر مسجد آقا بزرگه. همه سردر ها با گچبوری و اینا. نه چرا قصده موتور میاد، چون اصلا ماشین اینجا نمیتونه عبور کنه. اینم کاشی های گل مرغیشه که خیلی سال پیش اینجا کار شده. جالب اینه که این دره در آهنی، این در قدیمیه، خیلی در قدیمی و بزرگی. جنسش هم چوب و آهنه. این هم خود مسجده دیگه. ما چون فرصت نداریم دیگه از همین بیرون عکسش رو فیلمش رو میگیرم براتون. تمام شبستان ها و جایی که مکتب خونه بوده و درس میخوندن این زمان اینجا. چه جالبه. وای خدا چقدر اینا قدیمیه. دیگه کسی توش نیست. هست نگاه کن تو این کوچه ها، باور کن هنوز فیلم های قدیمی رو بازی میکنن ها. خیلی خوشگله، چه حس خوبی به آدم میده. وای وای بعضیش دیگه غیر قابل استفاده. اینا آب انباره حتی ببینی. اما اگر از این طرف بری باید یه خوده یا 20 قدم بری دوره برگردی پیچ بخوری حالو بهش برخورد می‌کنی به مغازه میرسی. خدا خیلی دست شما. بعد از من الان اینجا در بزنیم باز میکنم بریم ببینیم. والا من همسایه‌ام هستم هنوز ندیدم. آخه ولی میگه دیدنیه. میگن دیدنیه، اما هنوز ندیدم. ببین من علی سر از زیر دو سر هم من پلاشو ببینم. آخه آره من هنوز ندیدم چیزی والا. خب زنده باشه، خوشحال شدم. چه بقه ساختن حال چی چی یعنی نمیدونم. چه جالب. تشکر. اصلا تعد نکنم. وای ما این کوچه ها رو داریم میچرخیم که خانه عباسیان رو پیدا کنیم
که بتونیم برای فردا بریم فیلم بگیریم. ولی خب جالب، مثلا یه ماشین بوق میزنه که من دارم میام، بعد صبر، بعد صبر کنی اون بیاد، بعد تو بری. حالا باز اینجا بازتره، این آوانبارا رو تمام جلوش دراشو چیز زدن، آهن زدن. حالا داریم برمیگردیم دیگه، میگیره. آره. بگو خیابون اصلی که بتونیم برگردیم. این کوچه ها نمیدونم. دوستان یه چیزی اینجا تو پارکینگ به من برام خیلی جالب بود که الان دارن نورم براش وصل میکنن. ببینید یه تیکه دیوار تاریخی که مونده آب گرفتن و گذاشتن به عنوان به اصطلاح نمونه ای از قدیم باشه. آره رفتم پرسیدم، یه بنای قدیمی بوده که اینجا خراب شده و این یه تیکش رو یادگاری نگه داشته. همه اطرافش هم داره قسمت تاریخی داره میشه. اینجا خیلی چیز جالبی دیدم. چیز؟ این چیز حروف چینیه؟ آره کافه چینیه. چینیه. کافه چینیه. آقای حیفه این سراهای قدیمی نیست که کافه چینی بزنن توش. این برام خیلی جالب نیست. ولی بقیهشو همه سراها داره میشه کافه. بریم ببینیم چه خبره. آخه اینجا هم اسمش کافه آقا جونه. کافه آقا جون رفته زیر زمینه. بریم یه گلاب هم بخریم. چقدر زیباست. خیلی مغازه تو نشنگه. عربت منو من تو دست باقیه چیز آره. بلدی با اینه کار کنی؟ تو که کاشی هستی؟ من من پدرم کاشنی بوده. باشه بالاخره بلد. آخه این چرت و پیای قدیمی، ولی تو کوچه قدیمی های ما از روی اینا خیلی میوه میفروختن از قدیم. یه دونه گلاب سفارشی دو آتیشه که واقعا درجیه که به ما بدید. کاشان اومدی یا همه چیز درجه یکه؟ نه اونجوری که خود جسارت میکنی. ببینم گلاب داتشه. اما حالت معمولیش هم عادت داریم که گلاب بخوریم با آب و مسابقه داریم با دستان گلاب داریم. من آقای زیبای شما میدن آقای داریم این گلاب هم میدنیم. افیگانو نمک صورتی آنه دیدم از اون نمک صورتی این چی؟ سقفاشون قشنگ و با سلیقه با گلای روزه محمدی درست کردن. ترافل قهوه بگیرم؟ گل بگیرم؟ بگیر. با چایی بخوریم؟ بگیر. قهوه هم داخلش هست؟ آها گلاب اونجاست بشه خانم. خب آمده همه چیز رو میخواد با قهوه بخوره. محصولات گیاهیشونه، ترافله که ما گرفتیم که با قهوه بخوریم ببینیم چی. خب بالاخره خانه عباسیان و خانه طباطبایی‌ها رو پیدا کردیم که فردا برای شما عزیزان فیلم بگیریم. گفتم حداقل شب پیداش کنیم بعد بیایم. یه زمانی که ما اومدیم چندین سال پیش اینجا فقط یه خونه قدیمی متروکه بود، ولی الان شده پر از هتل و رستوران و اینا. دوستان گل سرخ کاشانو باید که حتما بجوشونیم اگه بخواید مربا درست کنیم، ولی گلای تبریز و نه همونطوری که خیز کردین و میتونید ازش مربا درست کنید. تو
و خوشگله. آخه ساجا گذر علی خان تلفن همگانی خدا بومزه داشان گذر علی خان نگاه کن وای 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 ننه سرما نخوش سنتی داره وای خدا روسای رنگی لباسای محلی اصلا این شوقه اصل روغن خود گلاب یخ میزنه تو هوای تریه یخ میزنه وای اصل بسه اجازه بده گلابایی که فرانسه استفاده میکنن اون روغن چربی رو خود گلاب چربی رو گلابه آره این سرکوهای قدیمیه آجاق ما یه دونه از اینه کنار حیاتمون داشتیم بعد نه دیگه خونه هم که بیرم مادر بزرگم تو اینا گوشت میکوبید من یادمه آخه اینا توش گوشت میکوبیدن باهاش کوفته دو آخ نمیشه تکون بدی اون روزا برق نبوده آره. این چراغ پشنگی ها رو میبینی؟ بله آها آها آره آره آه اینا رو مهنه چراغ آره چراغ پشنگی گیر سوزه هره شده یکیت آره دیگه چیزا قدیمی اصل آره با این گیر با این سرکو من خیلی یادمه با در بزرگم گوشت میکوبید آخه روغندونه قدیمه این روغندونه این توش روغن میریختن بسیه خاله تو محمود آباد داشت میرفت منگوش میکرد روغنه هم روغن بود خب آقا گفتن که نهش کدوم فروشی نیست دکور مغازشونه که الان درجه یک لیتر 120 لیتر 120 دیگه 100 تومن مدونه 60 تومن آقای بهمنی مغازه‌شون نزدیک خانه‌های تاریخی من چشیدم دست شما درد موری خواهدم بخواه میکوشه این هاوسی فلفل روزم نه آه، بهمنی باشون انگلیسی فکر؟ همچ؟ این هاوسی اورجینال شیراز نه، این هاوسی اورجینال شیراز خوبه، چقدر خوبه که آدم به انگلیسی بلد باشه تومان این هاوسی اورجینال وای دوستا، اینم دوباره یکی از این کوچه‌های قدیمیه که انتهاش یه خانه معماری زده کافه شمدونی چقدر حس قشنگی لیدی هم داره با دقت نگاه میکنه ما همچنان از این کوچه های تنگ و کاهگلی داریم عبور میکنیم و آدرس ها رو پیدا کردیم تا فردا صبح بخیر صبح همه عزیزان بخیر صبح همه دوستان بخیر سلام ما امشب دیشب تو کاشان موندیم صبح لیدی خانم بردم بیرون لیدی خانم هم یه خورده وسواس تشریف به خاطر همین روی فرش روی سرامیک روی آسباب باغچه خونه باغچه خونه مردم اصلا به این شما دستشینی اینم بساط آقای عددی حالا قرار به اون صبونه چی بدین؟ صبونه دیشن یه دونه از این فلفل خریدم آها این گوجه گیلاسی ها خوب و تخمه آها چند تا برای کالباس خوب اینم از تخمه مرغ
آره. خب اینا جالب که حداد چای دم کرده بعد قوریه در نداشت، یه دونه استکان دم گشتی داشت. کارای مادر جونی. به 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 به. خب اینم از املت آماده شده یه قعداد. حداد چه کردی با دل ما. خب اینجا رسیدیم به خانه تاریخی عباسیان که بریم ببینیم. طعم و مزه یه دیزی متفاوت رو با ما تجربه کنیم. به به به، زور بیاییم دیزی بخوریم. یه چیزی رو دقت کردی توی کاشان؟ چه؟ شما هر چیزی که فارسی شده نوشتن این بر. آها، انگلیسیش هم نوشت. خب توریست میاد، خیلی خارجی هم میاد. بیشتر چینی ها و اینا بودن. آره، آقای داد اینم کار چوب نمیشه کافه سنتی عباس. بریم. با چه تو آقای قشنگی. اینجا قشنگی هست. ایش میگن هشتی. هشتی اتاق انتظار. آها اینجا اتاق انتظار. اتاق میشستن منتظر شدن تا صاحب خونه به صدا سنن نوبتش بشه. آخه اینجا خوش آمدی. مرسی. اینجا که میبینی خانه عباسیان در محوطی در محله سلطان علی احمد در خیابان عربی بنا شده. بله. خانه عباسیان در کنار دو مجموعه دیگه که جفت شهرداری هستن، خانه کبادمایگان و حمام سلطان علی احمد، این مجموعه زیر نظر شهرداری داشته. خانه کبادمایگان به عروس خونهای تاریخی معروفه. آفرین. اینجا که خانه عباسیان شاهکار معماری معروفه. خانه عباسیان که شما را تشریف آوردین در حال حاضر 5000 متر مساحت و 4 حیاط داره و یکی از حیاطش که در اینجا حیاط پنجمش رستوران شده. 4 حیاط در داخل هست که یکیش به کلی تفریق شده و قابل بازسازی نیست و 3 حیاط شما میتونید بازدید کنید. در خانه عباس میان شما وارد که بشید بگرد یه شیبی رو به شما ببند یه روده یه پایی کنترول نگرد. اما یه پله پله که شده کنترول رو گرفته و وقتی به که به زمین برسید شما درست 5000 متر خانه عباس میان رو تهیه کرد در 4 درجه. در خانه عباس میان که به شاهکار معماری مرکب شاهکار معماری معروفه هیچ بودونی به کار برده نشده، همش از خشت و گل و کاکل، همه از آجر بنا شده. چیزی در اینجا که بودون و سازه اینجا همه کاخهای تودر تودرت. اینجا که گفتم با کباکبایی که خونه کباکبایی به اینجا هم باز با همه کباکبایی رقابت داشتن. رقابت میده که هم به خاطر متراج خونه اینجا 5000 متر، خونه کباکبایی ها 4730 متر رو رفت بخصاد. اونجا به عروس خونه های تاریخی معروفه، اینجا به شاهکار معماری اینجا اتاق هایی داریم، اتاق قصه، حیات قصه، اتاق داریم به اتاق آینه معروفه و شما میتونید قابل همه اتاقه گفتم تو در تو هم بله. و در 4 طبقه براشه بریم که هر چقدر از سطح زمین هم بریم پایین تر در زمستان گر و در تابستان خونه شده. اینجا در خانه کباکبایان به این صورت سریال جیران آقای عباس میرزاش در اینجا بازی شده. آخه و در خانه کباکبایان غیر از سریال جیران بانوی امارت، دبنه آدم، دبنه تاریکی، مسافر لی در خانه کباکبایی هست. آخه خیلی اونجا رو میتونیم ببینیم. اونجا در طورش جوری بنا شده که تمام اتاقا حیاتش رو 4 حیات هست، گل و بوته‌ای هست. چون که تاجر فرش باشن نقش قالی هست. آها. اونجا در خانه کباکبایی. کباکبایی. خانه کباکبایی 3 چیز بسیار زیبا داره. که اولینش رو عرض به شما بگم گرفتم ولی بازم به شما میگم اولین وقتی وارد میشید اتاقهای تو در خانه کباکبایی که وارد چه اتاقهای زمستانه
آخه. که اگر در اتاق باز بشه شما هم اتاق در دومش بایدید عکس بگیرید، این انعکاس در خونه انگار که تو آینه هست، یکی از زیبایی خونه طباطبایی هست. دوم این چیز خونه طباطبایی ها اینه که اگر وسط حیات بایدید در قسمت شاه نشینش پرنده یه به نام طاووس، زیر پای طاووس هفت تا پرنده به نام هما وجود داره. اول تو هما نام خانم آقای طباطبایی و یک زنم بیشتر نداشته. آخه اون زمان پای طاووس هم پسر کنیم تا آخر حیات بید سمت راست حیات سمت چرا قرینه هم بود قرینه. و سه برون چیز خونه این طباطبایی که زیباست اینه که اگر دوباره مثل حیات پشتیم پشت سر شما اتاقای بهاره سمت راست تابستان روبرو که به شاه نشین اتاقای پاییز و سمت چپ که برودیه شما اتاقای زمستان. همین مجموعه که گفتم در خانه عباسی ها وجود داره. قرینه بیشتر در اتاقها در حیات اینجا و حیات بوستانه داریم، اتاقای تابستانه داریم، زمستانه داریم، بهاره داریم. خیلی خوشم اینا رو داریم. در ایجا نمود دیگه داریم. بله بله ایجا هم اتاقای بهار، تابستان، پاییز، زمستان در ایجا هم وجود داره. بله ایجا قرینه کامله. بله از هر سمتش اتاقاشو حیاتشو نگاه کنیم کاملا قرینه. بله خیلی خیلی خوش آمدیم. ممنون. در پان خودش نشینه داره. اگر یکی میبینید به صورت ستاره شکل مخصوص بانوان. بله بله و یکی کشیده شده مخصوص آقایون. وقتی ای زد زده شد مرد خونه متوجه میشد مرد شدن مرد و وقتی ای زده میشده زن خونه متوجه زن پشت داره و زن جواب داره. اما سه تا سوال سه تا سوال اینجا جالب شد. وقتی دوتا همزمان زده شده سوال اول چیه؟ نه سوال دوم عجله نکن. سوال دوم بعضی در پایی که دیدم یکی فساد داره نه آخه. سوال سوم شما میای درد میزنی یه رو نیم ساعت یک ساعت دو ساعت یه شخصی از اونور عبور میکنه که آقا اینا رفتن یا مسافرت یا رفتن مهمانه شما چطور پشت وای حالا این سه تا سوال خوب سه تا سوال همه در پای خانوها این نشونار داشته. بله این که کشیده به اونهای زنجان این قسمت این کشیده هم اضافه داره. حالا سوال ها که گفتم دوتا که همزمان زده شه یعنی خواستگار پشته آخی عزیزم. سوال دوم گفتم بعضی در پای کشیدن ما بین بازم اونی که زده شه یعنی قریبه پشته داره. آها آشنا نیست چقدر جالب. سوال سوم وقتی آخرین نفر از خونه خارج میشد یه رمان سبت به این میدازد که به نوعی وارد میشدن متوجه شدید که داخل خونه نیست. این هم از تو عجب. یکی دیگه در خونه طباطبایی آقای طباطبایی چهار فرزند پسر و دو فرزند دختر داشت که یکی از دختراش آقای بروجردی که خودش تاجر بزرگ فرش کوچیک بروجا میاد بگیره گم به یه شرط دخترم به شما میده که سبک خونت باید شبیه خونه ما باشه. به خاطر همین آقای بروجردی 18 سال در خانه طباطبایی تا به عنوان داماد سرخونه بوده و در یک اتاقا زندگی میکنه دختر شیر میخورده تخمه بروجردی رو آماده شده آقای طباطبایی بازدید کرده تعیید کرده حالا دختر میشه. اما اینه که بعد دو الا سه سال زندگی مشترک در خانه بروجردی ها آقای بروجردی به علت بیماری در سن 45 سالگی دار فانی رو آفه دیگه چیزایی که از زیبایی های خونه طباطبایی ها و اینجا هست اینجا مسیر جاده ابریشم این تجاری که در اینجا هستن بودن تجارت خونه در خارج از کشورم داشتن بسیار دیگه چیزایی که من به شما باید بگم خانه طباطبایی ها وارد که بشین هر تپله که میخوره گفتم همون سرما و گرما و بیشترین گرماش در زیر زمینشه. خانه طباطبایی گفتم عروس خونه تاریخی و اینجا هم شاهکار بماری. اما
یه عمای دیگه داره آخه اینجا خانه عباسیان، خانه طباطبایی و خانه های قدیمی اکثریت یه عیب بزرگ داره، ولی نمیشه گفت عیب، ولی بازم هم در خانه طباطبایی و عباسیان یه عیب بزرگ وجود داره، اونم حمام نداره. مردم به نعمت هم دیگه حمام سلطان میرحمت در مجاورت خانه گرجردیا بساختن و او اسم امامزاده نبی آقای امام جواد الاکبر روش گذاشتن، اسم شاه نیست، قبلش هم در کنار خونه طباطبایی ها بنا شده. قدمت حمام 500 ساله مال دوره صفویه، هم داخلش رو میتونید برید ببینید، هم بالا پشتش روش هم میتونید برید. خیلی سپر، ما وقت شما رو گرفتیم، دست شما درد نکنه. ببینیم خب از این دالان شروع میشه. اینم نقششه، پلانشو دادن که به این شکله. اینجا اسباشونو میبستن. آره اینجا اسباش آخورشون هم بوده. آره اینجا استبل، اونجا اتاق انتظار بود که ما بودیم، بعد تازه می اومدی این بخش بیرونیه، درب بیرونیه. بعدم این که جارم درست کردن، بعدم این که اندرونیشه و به سمت پایین. آره دیگه چون راه عبرشان اصلا نهد تجار بوده که از نوادگانشون هم مثلا دیگه الان بخواییم حساب کنیم، پدر من هم جزء تاجرای زمان خودش بوده، پدرم، پدر بزرگم. حالا خونه پدری حتی خیلی زیبا بود، از این خونه هایی که اندرونی بیرونی داشت و من بچه که بودم اومده بودم، تا 7-8 سالم هم بود اومدم دیگه، بعد از اون که پدرم فوت شد اینا دیگه نیومدیم کاری. خدا رحمتش کنه. حالا نمیدونم اصلا محله شون کجاست، ولی مادرم اگه بود خیلی سریع آشنایی میداد اینا متوجه. ولی همه جا عباسی داریم ما. خب اینم محوطه پایین اینجاست. اینجا اتاق آینه است. اتاق آینه جزء اتاق های تزرایی مهمانی خاص. و توی این تاخچه ها من یادم نمونه های قدیمی رو، چه تو قم، چه تو کاشان، چه تو تهران، توی این ها چیز میذاشتن از این داله های رنگی که چراغ توش حالاته به ارسوز های رنگی داشت، ولی بلور های عتیقه تو همین تاخچه ها همینطور خیلی چیزایی بچه هایی میذاشتن. این هم تاقل ماست، این هم که فیشه های رنگی حتی قصی داره، خیلی شب می رفت اصلا این صحبش کلن آنگه بوده همه ریخته. چقدر کار برده اینا خیلی سخت نگاه اون زمان کار می با گچبوری و آینه با نیست خیلی جالب بگیم کارگلای قدیم نیده که کاها دروش دروش بود. آره آره اینا اینقدر قشنگ کاهاش، این جدید دیگه. اگه نگاه میکنی خب معلومه تا کرد صافه صافه. آره درستش کردن دیگه. چقدر اتاق، چقدر تو در تو. اینجا حتی از این جزا بود که وسطاش حوضخونه داشت. اجازه بده اینجا تالاره سرپوشیدهش معمولا این وسط حوضخونه بود، بعد تو این تاغنماها هم میشستن و دوره همیاشون و مجلساشون و مهمونیاشون رو میگرفتن. حتی بذار اینجا رو ببینم چیه. اینم یه اتاق بوده که الان دارن توش کار میکنن، از این اتاقای رنگی. ببین نور آفتابا میافتاده نگاه، و این باعث میشد که اعصابت راحت بشه، یعنی این نوری که از ببین از آفتاب ببین چقدر خوشگله، ببینی میافتاد تو خونه. قدیمی ها چه زانوهای ماشاءالله داشتن که این پله ها رو با این ارتفاع
بالا میرفتن. خب شما اینجا بایستان رو برم بالا دوستان نشون بدم. آره بگیر بعد منم ببینم. میتونی بیایا بعدا نمیتونی بیای پایین. بازش کن بعد بالا رو بگیر. کلن حالت تراس و پشت بومه. من از اون گرفتم، خالی و مراسم حسانه‌ای بود و نمی‌دونم سیاه‌بازی بود و این چیزا بود. خانم‌ها شستن بالا نمی‌شد. خب، وایسا بیام پایین ببینم.